شیرها شکارچیان بسیار توانایی هستند که میتونن اکثر چیزهایی رو که در محدوده اونا زندگی میکنن رو شکار کنن. اونا همچنین ساختار اجتماعی جالبی دارن. در یک مورد مرگبارترین شیرهای جهان در 650 کیلومتر مربع از پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی سلطنت کردند. اونا 100 تا شیر رو کشتن و جزء وحشی ترین شیرهایی بودن که تاکنون در قاره آفریقا دیده شده. در ابتدا میخوایم یک مروری بر رفتارهای اجتماعی گله شیرها داشته باشیم. شیرها با افتخار زندگی میکنن و حتی شکار میکنن. قلمرو اونا با افزایش اندازه گله افزایش پیدا میکنه. سردستی شیرها نرهای جوان رو در سن 2 یا 3 سالگی از گله بیرون میکنن. این عمل مانع از این میشه که شیرهای جوان در آینده جانشین رهبر گله بشن. البته شیرهای جوان رانده شده از گله بسیار آسیب پذیر هستن، چون دیگه توسط گله محافظت نمیشن. پس از اون شیرهای جوان حرکت میکنن و گله دیگه ای رو پیدا میکنن و با یکی از اعضای اون گروه میجنگن تا جای اون رو در گروه بگیرن. گاهی اوقات شیرهای جوان بیرون رانده شده اصلا سعی نمیکنن که گله ای رو تصاحب کنن. اونا به جای این کار ائتلافی از شیرهای نر رو تشکیل میدن که به همدیگه وابستن. ائتلاف ماپوگو در پارک ملی کروگر چنین گروهی بود، اما داستان اونا حتی منحصر به فرد تره. آغاز شوم مرگبارترین شیرهای جهان. ائتلاف شیرهای ماپوگو متشکل از 6 شیر بالغ قدرتمند بود. 5 نفر از این نرها از نظر سنی با همدیگه فامیل و مشابه بودند و یکی از اونها کمی مسن‌تر از بقیه بود. در سال 2006 این 6 شیر نر مانند اکثر نرهای جوان از گله بیرون رانده شدند. این 6 نفر به جای عضو شدن در گله دیگه برای امنیت و دسترسی به غذا در کنار همدیگه موندن. اونا وارد قلمرو شیرهای دیگه می شدن، ماده ها رو می ترسوندن و قبل از رسیدن شیرهای نر صاحب قلمرو از شکار شیرهای ماده تغذیه می کردن. اونا همچنین زمانی رو به تقویت مهارت های شکار و کار تیمی صرف می کردن. شیرهای ماپوگو در سال 2006 بسیار خبرساز شدن، چون به تدریج به نرهای بزرگ بالغ و همچنین توانا تبدیل شدند. با اعضای ائتلاف آشنا بشید. این ائتلاف شیرها از این جهت غیر عادی بود که اونها گروهی متشکل از 6 نر تشکیل داده بودند و اعضای اونها به صورت عجیبی بسیار بزرگ و در حملات بسیار موفق بودند. حالا بیاید برای آشنا شدن با 6 پستاندار بزرگ و باور نکردنی کمی وقت بذاریم. اسم شیری که جثه‌اش نسبت به بقیه بزرگتر بود ماخولو بودش. ماخولو به زبان محلی یعنی بزرگ. اون دارای یک یال سیاه و سفید بود. اسم اون شیری که بسیار زیبا به نظر می رسید به پسر زیبا نامگذاری شد. شیر سوم هم به خاطر شکل یالش به مستر تی نامگذاری شد. به خاطر وحشیگری های مستر تی لقب شیطان هم به اون داده شد. 4مین شیر به اسکار معروف شد. این نامگذاری به خاطر وجود جای زخم بزرگ در سمت چپ اون بود. شیر 5مین به رستان نامیده شد. این به این دلیل بود که پس از گیر افتادن یک شی در یال خودش به شکل دریدلاک در اون نامگذاری شد. 6مین شیر به دلیل پیچ خوردگی منحصر به فرد در دومش به کینکی تیل نامگذاری شد. ماخولو قدیمی ترین عضو شیرها و همچنین رهبر اون گله بود. اون
یک شیر بسیار بزرگ و یکی از آخرین اعضای بازمانده بود. بیشتر درگیری های درون گروه مربوط به مسترتی بود، همون شیری وحشی که به یال منحصر به فردش معروف بود. این شیرها دو نماینده مسلط در ائتلاف بودند. شیرهای ماپوگو در طی چندین سال محدوده‌ای به وسعت 265 مایل مربع رو در پارک تصاحب کردند. اما سوال اصلی اینه که آیا شیرهای ماپوگو هنوز هم هستن؟ مانند بسیاری از امپراتوری‌های دیگه، شیرهای ماپوگو به دلیل جنگ داخلی از همدیگه پاشیده شدن. دعوای مکرر مستر تی با ماخولو باعث شکست گروه شد. به همین دلیل ماخولو و کینکی تیل به بخش دیگری از قلمرو خودشون رفتن. در اون زمان مستر تی شروع به کشتن توله‌های شیرهای دیگه می‌کرد و سعی کرد تنها شیر مولد در بخشایی از قلمرو باشه. اون در سال 2012 توسط یک گله دیگه کشته شد. اسکار و رستا در این مدت ناپدید شدن که احتمال داده میشه توسط شکارچیان غیرقانونی اسیر شده باشن. ماخولو آخرین بار در سال 2013 پس از رسیدن به سن 16 سالگی ظاهر شد و معلوم نشد که چگونه به پایان عمر خودش رسید. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. لطفاً سابسکرایب فراموشتون نشه و این ویدیو رو برای دوستانتون هم به اشتراک بذارید.